نه سر مرات بچه منو بده زیر قبا چرا اینجوری به خودتون مسلط بشید یکم آروم باشه با هم دیگه حرف جون بچه‌هاتون رو بهتون قسم میدم نوبت دختر من عقب نندازید مگه نوبت دختر من هنوز نبود آره ولی وضعیت اونو حادتره بگنه من که مریض نیستم اینجا وایسادم بزنم اکسیژن من چیکار کنم خانم لنگر میبریم تو با زن شوهریش من با دخترم بسا دعا هم بینیم بفهم خانم خواهیتا این داخلی تو زحمت سلام علیکم سلام علیکم چه زحمت سلام علیکم سلامتون بخیر نخوری از نون مونده نخوری نون تازه برمیگردم نون سنگک سروختی بفهم دستون دارد نکنی خیلی من نمیخورم چیزی نیست نمت نداره نوشی جونتون بفرمک باشی بخوا باشی تمنون مامان خودت هم بیا دارم میام خودم نمک نریزی شما نه ما آب لیمو خدمت شما بگه اونجا دیگه بیا عزیزی کن شما شما در نکنم سری شما در نکنم بیش جونه این مامان کنم نمیم آشان خوش من دارم هده که من نمیخوام شما بیم آقا شما بفرم بفرم بخون بفرم شما بفرم بفرم بفرد، شما بفرد، بسیاری بخش مسافر کجایی؟ اهل سیستان بچه سمید مسافر نیست بنده خدا این خودتون مریض ها؟ الان سه هفته آزگار منتظر جواب بیمارستان صاحب این مسافر خونه ها پزشک هم بیمارستان هر کی جو مکن نداشته باشه زود یه نامه می نیسه می دستش معرفش میکنه به اینجا بیشتر مسافر اینجا مریضه هم بیمارستان هم. نکنه همین خانم روح اللهی رو میگه عجب زنی نور به طبق پدرش ببار همه این زندگیش رو وقف همین مریضاش کرد نه تنها اونا بقیه پزشکام همجور خدا شاهده یک از یک گلتر یک از یک آقاتر یک از یک انسانتر انسان ولی کار ما رو که راه انداخت شما برو دوت کلمه حرف بهش بزن هر کاری که از دستش بر بیاد خدا شاهده براتون انجام بابر میگم آقا امین ها مشکل این بند خدا چیه؟ کی؟ اتاق سیزه؟ آقای صابر رنجبر نمیزونه والا لام تکم حرف نمیزن نه با کسی میشینه نه با کسی برخواست میکنه نه کسی به ایش سر میزنه هم که سر در نمیاد اومده صبونه بخوره؟ اینجو؟ نه من که ندیدم تا حالا بیاد اونجا چیز بخوره شاید هم به خاطر مریضیش باشه ها باید مامان بازم داری؟ بیام خدمت حالا از بفرمین براتون صبونه آورد دست شما درد نکنه الان میرسم خدمت بیا تو دفتر بیا تو سلام صبح بخیر سلام صبحتان بخیر بفرمین آش سبزی نشه جونتون شما که مریضین بعد لاغری کم به خودتون برسین خوب غذا بخورین امین آقا میگفت اصلا تا حالا ندیده شما اینجا چی بخورین امین آقا عجب آدمیه تنهایی نمیشه غذا خوردن یه جون پایین نمیره واقعا تنهایی چرا دیگه که ما هستیم بفرمایید تا
تو اصلا خودت خوردی؟ بله من همین الان خوردم. از این به بعدم صداتو میزنم که همه دوره هم غذا بخوره. میگم تو چند سال زده یا؟ من 21. در آینده میخوای چیکار کنی؟ چیکاره بشی؟ دلم میخواد معماری بخونم مثل مامانم مهندس بشم. چه خوب، باریکلا، آفرین. میگم شما موزیک زیاد گوش میکنی؟ موزیک؟ این همیشه اینجاست. نه باشه کار دیگه بکنم. چه کاری؟ اگه بهم نمیخندی بهت بگم. نه قول میدم نخندم. صدا رو باش ضبط بکنم. واسه چی؟ برای اسمان پسره. خب وقتی حالتون خوب بشه خودتون میرین همه چی بهش میگیم باش حرف میزنیم. چرا صداتون رو ضبط میکنیم؟ آره ولی بعضی حرف رو نمیشه آدم چشم به چشم بگه. اینجوری حتی خیلی دلتون برش تنگ شده نه؟ خیلی خیلی. خب چرا بهش نمیگین یکم بیاد پیشتون؟ اون نمیتونه بیاد اینجا. خب یه روز که میتونه نمیتونه؟ آخه من که به اون نگفتم اومدم اینجا. اون فکر میکنه تو اثری دارم کار میکنم. میای باش حرف بزنی؟ من؟ آره. چی بگم آخه؟ هر چیزی بخواد بگو. نمیدونم نمیشناسم اصلا. خب باید آشنا بشی. بعدم که باید بتونه کی مراقب حال باباش بشه حالا. ها؟ آمدی؟ فقط نگم الان اینجا کجاست و من کیم و اینا دیگه. خب بچی نگی بگو. خودتون گفتین بهش گفتین اصلی این سر. آره تا اون موقع که این نوار به دستش برسه همه چیزو فهمیده. خب تو راحت باش. باش صحبت کن. آماده ای؟ حسام جان بابا سلام. خوبی پسرم؟ الان کنار من یه خانم مهندسی نشسته که خیلی آدم سالیه. تو من خواهد تو طبیعی باش آشنا بشی. با هم صحبت کنید. آدم حسابیه بابا. بیا بسو بیم میکی پرشم دوستا بیم جا. سلام آقا حسام. من لیا هم. لیا مستور. والا اصلا هنوز معلوم نیست من دانشگاه قبول بشم نشم مهندس بشم نشم. میشه میشه قبول میشه. خب دیگه اگه پدرتون که من همه تلاشم رو میکنم که حتما مهندس بشم. پدرتون خیلی آدم هستی، خیلی مهربونن، تو رو خدا خیلی مراقبشون باشین. ما الان هممون اینجا مسافریم، توی یه مهمونخونه زندگی میکنیم. من با مامانم هم و عزیز آقا و پسر عزیز آقا، ولی خب پدر شما تنهان، خیلی تنهان. امیدوارم که زودتر بیایم پیششون، کمکشون باشیم، از تنهایی درشون بیاریم. پدرتون خیلی دوستتون داره. ببخش بگی بابا دوستت دارم. خداحافظ. من که باش حرف زدیم. که اون منفیه چرا خبر ندادی؟ چرا؟ حالا فکر میکنی چقدر طول میکشه تا یکی دیگه پیدا بشه؟ بله میدونم. نه ما که همین چیزی که موندیم آماده ایمو گوش بزن. واقعا لازمه؟ خدافظ. چرا خبر ندادن؟ داشتن از شمال می آوردن. پرواز تأخیر داشته، کبد از بین رفت. ای بابا. باید یه کاری بکنیم. چه کاری؟ نمیدونم، ولی نمیتونم همینجوری دست رو دست بذارم. آخه ببینید، پوران خانم، من که از اولش در جریان بودم. از اولش بودم تا آخرش هم خواهم بود. من تا اونجا که دیدم شما هر کاری تونستین کردین. الان دو سالی میبینم شما کار زندگی رو بالکلی از هم رهاش کردید. به جز اون خونه هرچی داشتید و نداشتید خرج رو لیا خانم کردید. به خدا الان من اصلا خودم معذبم.
چون بابا خانمت من بلند شدید اومدید اینجا، اونم تو این مهمونخونه که اصلا دستی کمی از بیمارستان نداره. شما ماشاءالله برای خودتون یه شأنی دارید، شما مهندسید برای خودتون. همه اینا فدایی تارموش. از دفعه قبل که اومدیم اینجا حالش بدتر نشده؟ چرا؟ اگه نظر منو بخواید یه خود لاغرتر شده. آره. همین دیگه. از رو آزمایش های دفعه قبل تصمیم میگیرن، تو معاینه که چیزی معلوم نمیشه. نگاه میکنن راست راست راه میره، حرف میزنه، دردی نداره، پس وضعیتش وخیم نیست. نوبتش رو میدن به نفر بعدی. خب شما حالا میخواید چیکار کنی؟ آزمایش ها دوباره بعد از اول تکرار بشه. نه این کارو نکنید توران خانم، لای خانم طاقتشو نداره. این دفعه قبل یادتون نیست؟ ولی باید راضیش کنیم عزیزو. کبد بعدی باید مال دختر من باشه. بله باشه. اینا هول شدن اصلا نفهمیدم چی گفتم. من مطمئنم وقتی گوش کنه خوشش میاد. چون واقعا همه این نوارا رو ضبط کردیم. خیلی زیاد نیست، اگر زندگی فرصت بده خیلی حرف واسه گفتن داره. خوش به حال پسرتون. شما خیلی شبیه بابای من. قیافم؟ رفتارتون، آروم بودنتون، اصلا همینجوری که الان دارین غذا میخورین شبیه بابای منه. بعد غذا میخورم؟ اصلا من دیگه برم یکم درس بخونم. سینیشم بذارین همینجا، بعدم میام میبرم. خیلی خوب، از مادر تشکر کن. خواهش میکنم. خدا خسته. خدا نگهدار. باید ملایم تر از این باشه. الان اومد لایه جان. دخترم یه لحظه بیا. چی شده؟ بیا هیچی نشده. تو بابا خیرتو میخواد، سلامتیتو میخواد. عزیز آقا هرچی میخواد، من دیگه نه سلامت نه درد میدونم. تو رو خدا برم کنین. وای خسم کردین دیگه نداریم. میخوای این دفعه رو از دست بدین؟ نمیفهمی وضعیتت خطرناکه؟ چرا میفهمم، ولی نمیخوام آزمایش بدم. مگه دست خودته؟ آره دست منه، زندگی خودمه، کبد خودمه. دلم نمیخواد کبدم رو عمل کنم، میخوام همینجوری بمیرم. خلاص میکنی؟ به خاطر خودت مجبوریم. مگه ندیدی دو هفته پیش دکترت بهشیم؟ من هیچیم نیست، سالم سالمم. آره ما هممون مریضیم، 6 ماه خونه زندگی همه چی رو ول کردیم اومدیم اینجا بهت دروغ بگیم. من بهت گفتم نیایم، من بهت گفتم نمیخوام کبدم عمل کنم، نگفتم؟ دیوونه عزیز من، ما الان هر کاری میکنیم فقط به خاطر توه. میخوایم تو سلامت باشید، سلامتیتو به دست بیاری. اگه بابا بود نمیذاشت این کارا رو با ما کنی. یعنی بابات ولت میکرد کبدت از بین بره بمیری؟ نه خانم. نه مامان جان فایده نداره، نمیبینی چجور داری عذابم میدی، چجور درد میکشم. عزیز من تو که ترسو نبودی، تو دختر شجاع بودی. اون موقع که کوچولو بودی من تعریفی تو برای همه میکردم، یادت رفته؟ اشتباه میکردی، من ترسوام، میترسم، اصلا نمیخوام کبدم عمل کنم، میخوام بمیرم. آخه این من نمیفهمم، این چه ترسی؟ چرا باید بترسی؟ این آزمایشیه که همه باید انجام بدن. وای عزیز آقا، شما کسا این چی نمیدونی چی میگی برای خودت؟ لایا
اگه این کبد جواب نده من همه بدنم عفونت کنه مثل ایتی که گوش بیافتم رو تخت، تو راضی میشی؟ نه خدا نکنه. چرا نباید جواب بده؟ مامان دو ماه پیش پسره رو ندیدی؟ ندیدی چه شکلی شده بود؟ بابا تو هر 100 نفر یه نفر اینجوری میشه. خودم شنیدم دکتر بهت گفت 50-50. الان تو میگی ما چیکار کنیم؟ چی میگم از اینجا جمع کنیم بریم خونمون تهران؟ میمیری، به تهران نمیرسی. در میگی مامان بذار بمیرم، به خودم قصدش چیه میزنیم؟ مامان تو ناراحت میکنی؟ توفان بپا که ایلهی خانم اصلا فکرش نمی کردم. یه مثالی داریم بچه ها، اگه کتابتون توجه بکنید فعالیت اول کتاب درستون هست در این بخش، یک سکه و یک تاس رو به طور همزمان پرتاب پس توی آف پیش آمد شش آمدن تاس و که همین؟ رو شدن سکه باشه. همین؟ دیگه نمیتونم تحمل کنم. چی نمیتونی تحمل کنی؟ همینی آزمایش هم من بار اول خودم ترسیده بودم، خیلی هم ترسیده بودم. من تا رو دوباری آزمایش ها رو انجام دادم اما هر بار دارم همه چی بدتر میشه. ببین من یه راهی دارم که تو راحت میتونی آزمایش بدی. من اصلا مشکلم یه آزمایش ها نیست، من فکر میکنم همه این چیزا علکیه. چی علکیه؟ امکان داره زنده از اتاق عمل بیرون نگی. من مطمئنم که تو زنده از اتاق عمل میبیرم، خوب میشی، بهت قول میدم. از کجا اینقدر مطمئن؟ بهت نگفته بودم که من یه حس ششم خیلی قوی دارم؟ نمیترسین حس ششمتون اشتباه گفته باشه اگه برای سرمان بیاد؟ وقت چجوری میخواییم با عذاب باشنتون کنار بیم؟ به همون امروزه مطمئنم که اصرار دارم تا این کار انجام بدیم. نترس، تو خوب میشی. سینش رو
آقا صابر سلام. سلام دختر، چطوری؟ ممنون، همه آزمایش رو دادم. الهی شکر، الحمدلله. اون قدم ترس نداشتا؟ بهت گفتم که یکم شلوغش کرده بودم. یکم جانم بیا بریم شام بخوریم. شام؟ خیلی، پس من لباس عوض کنم. باشه، ولی زود بیاین، سرد میشه. چشم، خوشحال شدم. ممنون. نمیدونم دیر وقته چند دقیقه تا وقت میگم در مورد چی؟ یک کاری با تو داشتم میگم خدمت خواهیشونم اجازه بکنم بیا بزاد این سوی چی بگی برای تو ماشین بخواب منم میام ببین یه سوین داری رو ترمو نکنی در از اون هوا زرد بیشه ها ببینم آقا صابر چی میگه ببرم
بابا چیه؟ بابا پاشو، دکتر اومده. دکتر کیه؟ دکتر روح اللهی، دکتر لعیا. پاشو. اصلا یا علی، پاشو. سلام آقا امین. سلام علیکم. سلام علیکم. بله، اینجا نگاه کن خانم هماینی، شما دقیقا همینجا این لکه رو میبینی؟ حالا اینو ببینی، اسکن قبلیشه دیگه، میبینی؟ پیشرفت کرده. الان این بخش از کبدشه که تقریبا کار میکنه. حالا باز شانس آورده که مشکل اضافه وزن و چاقی و اینا نداره، یعنی همین کبد از پسش برمیاد. خانم دکتر ببخشید، شما که میفرمایید پیشرفت کرده، و چرا نوبتش رو انداخته دقیقا؟ من نوبتشون رو عقب ننداختم. خب حالا که معلوم شد حالش بدتر شده، ایشالا کبد بعدی که رسید دیگه مثل اون دفعه نشه. یعنی نوبت دختر من رو میذارین اول دیگه، درسته؟ اجازه بدین ببینم چطور میشه خانم هماینی، واقعا معلوم نیست، شرمنده. یعنی چی معلوم نیست؟ خودتون که دارین میبینین. مگه خودتون نگفتین اولویتتون به خامت حال مریضایی که تو نوبتن؟ بله من گفتم، ولی من از کجا بدونم اون زمانی که کبد او منفی میرسه حال کدوم بیمار وخیم تره؟ میدونی وضعیت اینا که ایشون ثابت نیست. الان دختر گل شما ببینین مریضش پیشرفت کرده، بعدم هر لحظه ممکنه که مریض بدحال وارد لیست بشه. من واقعا نمیدونم. ببینین ما چند ماه تو نوبتیم، داریم میریم و میایم، کلی مشکلات و معضلات داریم، اما چجوری میشه که یه دفعه یه نفر رسیده و نرسیده نوبتش جلوتر از ما میفته؟ ببخشید دست من نیست، من قبلا هم به شما گفتم. ببینین این روال قانونیشو باید طی بکنه، بعدم کمیسیون پزشکی تصمیم میگیره، بررسی میکنه، اصلا دست من نیست. پس برای چی پاشدین اومدین اینجا که همون حرفا رو تکرار بکنین واسمو؟ چرا آدمو تو خوف و رجا میذارین؟ هی امید میدین، هی ناامید میکنین. چرا دارین با ما بازی میکنین؟ نه بگین هدفتون چیه؟ اصلا متوجه منظورتون نمیشم، هدف چیه؟ آخه اون کیه که پارتیش از ما اینقدر بزرگتر؟ بگه شایدم از جیبش بهتره، ولی فکر نمی کنم حالش بدتر از دختر من باشه. ماما نه، من میخوام ببینم چی میخواین از ما. بگین من چیکار بکنم، هر چی بگین همون کارو میکنم. من شرایط شما رو کاملا درک میکنم خانم هماینی. شما حال منو درک میکنین؟ شما که زندگی بچه منو یه جوری تو دستتون گرفتین، راجبش صحبت میکنین انگار میخواین راجب نمای ساختمونتون که آجر و سنگ باشه حرف میزنین، یا راجب پنجرهش که کوچیکتر باشه قشنگتر یا بزرگتر؟ شما حال منو میفهمین؟ هیچ کس حال منو نمیفهمین. شما هر جور که دوست دارین میتونین در مورد من فکر کنین، ولی من همون کاری که درست رو انجام میدم. نگران نباش عزیزم، حالت خوب میشه. با اجازت. میبینم اتون. حالت چطوره؟ بلوت شما بریکستن همیشه. نه مشکرم، میل نداریم. بفرم. نه بعد چای زفرین دارجیلینگ ها؟ دست شما در نفت میگرمه، بدون خودکاریتون. خب این چیه؟ همیچی روش گردی؟ این نون هست. دو تا چیه؟ نون هست و قمم دیگه فرم هر شبه قبل باید 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 اومده میدام. خب اون اتاق چی شد؟ خب نداشون پول نگیرم. من لطفا فرمانی دستخط بیارم. حتما. الان ما چند تا اتاق خالی داریم؟ تا خالی؟ چهار تا اتاق خالی داریم. خب سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. خواهش میکنم. ببخشید. حالتون چطوره؟ الحمدلله. بهترین؟ اینجا راحتین؟ به لطف شما بله. چیزی که نیاز نداریم. نه خیلی ممنون. کجا رفته بودین با این حالتون؟ قرار بود استراحت مطلق داشته باشین. اصلا من که بیرون نمیرم خانم، فقط گاهی وقتا این پله رو بالا پای میکنم، همین. خیلی مراقبت کنین از خودتون. حمله که نداشتین؟ حمله نه، اما سرفه و سوزش و درد چرا دارم خانم دکتر؟ خبری نشد؟ خبری که نشد، ولی نگران نباشین، درست میشه، من حواسم هست. خیلی من فقط اون پایین خیلی نرین، هواش خیلی خوب نیست. اکسیژن آقای رنج، اکسیژن. خب
این قبضه رو برای من بفرستین دیگه. متشکرم. با اجازه. خدا نگهدار. مراقب باشین. آقا خبر. خبری چی؟ این یارو هم برای پیوند کبد اومده. یارو کیه؟ همین یارو کیه رنجبر؟ آقا صابر؟ آره صابر. از کجا میدونی؟ خودم شنیدم داشت با دکتر حرف میزد. یعنی باش آشنا بود؟ بله. بشنسه هم دیگه رو صحبت کردن. خودم شنیدم برای پیوند کبد اومده اینجا. کبد؟ به تو چیزی نگو؟ نه. بابا این یارو دیشب به چی میگو؟ کی؟ دیشب مگه با تو حرف زده؟ آره یا من صدا که یه خودی دردی دل کربنده خودم. یه شریک داشته، سرش کلا گذاشته، دارو نداشته بالا کشیده. برای چی نرو به تو بگی؟ خواسته دردی دل کنه. از مریضیش چیزی نگفت؟ از مریضیش چیزی نگفت. چرا نباید بگی؟ خب ما به هیچ کی نگفته، اصلا خانوادش نمیدونن الان اینجاست. عجیبه. آخه ببخشید اصلا به ما چه ربطی داره؟ بگه نگه بلش کنید بذارید به حال خودش باشه. لعیا خانوم این آدم مشکوکیه، شما نباید باش حرف بزنی. چرا؟ چیزی ازش دیدی؟ بماند. نه چیزی نیدم. چیزی بماند؟ مشکوکه بگو دیگه. فعلا نمیگم. چون نخواسته بگه مریضیشی آدم مشکوکیه؟ این مسافر خونه چی هم راجبش حرف میزد. تا دیشب که خیلی آدم خوبی بود، همتون داشتین ازش تشکر میکردین که حال منو خوب کرده، باعث شده ترسم از اتاق عمل و جراحی و همه چی بریزه. حالا یا بد شو؟ دلم شروع میزنه. برم بجهش. تو اینجا ای؟ اینجا چیکار میکنی؟ خون درس بخونم. درس خوبه. این یارو راجب پسرش چی میگفته؟ اول از اون که اون یارو اسم داره قشم کارت قشنگ نیست. گوش با این سی. من گوش با نست دادم. چرا ازش گوشت میاد؟ منو یاد بابا هم میاد. بابات؟ نظر من میخواد بدونی؟ به نظر من یک شباهتی با بابات نداره. به نظر من رفته. اصلا چی این کارو میکنی؟ مگه بچه‌ای؟ خب یه چیزیشون میشه. تو از من ناراحتی؟ نه. چه دیگه ناراحتی دیگه؟ اینجوری قیافه گرفتی برای من؟ چه با من حرف نمیزنی؟ من که دو دقیقه اومدم چه درس بخونم و تو داری میری رو اعصابم. بله.
سلام علیکم. سلام علیکم. صبح بخیر. صبح شما بخیر. مهمون نمیخواد؟ چرا که مهمون نیستی. بدم تو. متشکرم. متشکرم. ببخشید شما چرا نگفتید مشکلتون مثل لعیاست؟ به خاطر خود دختر بود. خود لعیا گفتم اگر بفهمه که مریضی من مثل مریضی اونه و در آینده قرارشه که من بشه، همین امیدش رو دست بده و بترسه. فهمیده که مشکل من چیه؟ آره یه چیزایی کاشکی نمیگفتی. لعیا میگفت شما حتی خانوادت نمیدونن که اینجایی. دلم نمیخواست پسر من تو این وضع ببینه. شما خود پسر داری، میدونی چی میگن؟ بله بله. حالا دکترها چی میگن؟ چیکار میخوای بکنی؟ فقط بعد کبد پیدا بشه، کاری از دکترها بر نمیاد. کبد؟ تو نوبتی؟ آره تو نوبتم. هفته پیش صبح رفتم اتاق عمل، گفتم خب همه چی آماده، بیهوشم کردم رفتم. وقتی به گوش اومدم گفتم خدایا شکر تمام شد دیگه، خوب شدیم. تو ریکاوری بودم که گفتن نشده، کبد نگرفته. عجب. انجام نشده همه. عجب. همه دنیا رو سرم خراب شد. شما چرا دیار تا عمل نکردیم؟ اونم هم همین مثل شما دیگه، یا کبد مناسب نیست، یا آزمایش درست در نیومده، یا گفتن یه مورد اورژانسی تر داریم که نوبتشو دادن به اون. حکایتیه، حکایتیه. ببخشید خواهم یه سوالی از شما بکنم. شما گروه خونیتون چیه؟ برای من چیه؟ مانه دختر چیه؟ مانه دختر؟ مانه آبی مصبت فکر کنم. بله بله بله. الهی شکر، الهی شکر. برای اون راحت‌تر پیدا میشه. اون مرحله خیلی سخته.